دوستان عزیزان و همراهان خوب برنامه های مختلف پرشن باز، در برنامه دیگر از پروژه خاک هستیم و به همه شما این برنامه رو تقدیم میکنیم که عاشق سرزمین ایران هستید، عاشق خاک ایران هستید و همه شما که دوست دارید بدونید گذشته ایران چگونه بوده، از کی شروع شده، تاریخ چه زیبایی هایی رو برای گذشتگان ما داشته و گذشتگان ما چه افتخاراتی رو برای ما به ارمغان آوردن. ما در برنامه پیشین در شماره 1 با مهمان بسیار گرانقدرمون جناب محمد علی گلابزاده صحبت سنگین و بزرگ و بسیار جالب توجهی رو در مورد تجارت و بازرگانی و پیشینه اون در استان کرمان داشتیم. ایشون از به صورت متقن و به صورت بسیار مستند از افراد بزرگی نام بردن که تاریخ تجارت کرمان رو با توجه به اسنادی که به دست آوردم واکاوی کردم و اون رو در اختیار همه قرار دادم. از پروفسور کالبر صحبت شد که 5000 سال پیش گفته شده که ایش مردم در این استان، در استان کرمان به ذوب مس دست یافتند و درفش 5000 ساله و زینتالات جالب توجهی که در این منطقه کشف شده بود. از مرحوم کابولی یاد شد که گفته شده بود که برخی از سنگ‌هایی که به عنوان زینتالات برای مردم، برای خانم‌ها اونجا استفاده می‌شده، به قدر این سنگ‌ها سخت بودن که با هیچ ابزاری جز لیزر در حال حاضر نمی‌شه اونها رو سوراخ کرد. و همینطور از پروفسور لومبون صحبت شدش که 60 سال پیش به کرمان و به حلیل رو رفته و گفته که 7000 سال پیش در این منطقه مدرسه وجود داشته و همینطور شهرک اقتصادی و فن تجارت رو اینجا میدونستن. از جلال رفیفر صحبت داشتیم و همینطور از پروفسور مرتین که لوحه ها و کتیبه هایی به دست اومده که مردم چطور در این منطقه مالیاتشون رو پرداخت میکردن. همچنین جناب گلابزاده یادآور شدن که مارکوپولو 3 بار به منطقه کرمان سفر کردش و کرمان در مسیر جاده ادویه قرار داشتش. باز هم ما در این برنامه با جناب محمد علی گلابزاده هستیم، کسی که پژوهشگر هست و نویسنده و کتابی رو نوشتن به نام کتاب اقتصاد و تجارت در کرمان که 1500 صفحه داره در 2 جلد و با چاپ رحلی و بزرگ هستش و برای این کتاب سالیان سال زحمت کشیدم. اجازه بدید خدمتشون از طرف خودم و همینطور پروژه خاک و پرشن اواردز یا جوایز پارسی خیر مقدمی دوباره داشته باشم. به نام خدا، من هم خیلی متشکر هستم. اجازه بدید من با بیتی از سعدی این اظهار لطفهای شما رو پاسخ بدم که گفت هم تازه رویم، هم خجل، هم شرمگین، هم که از عهده بیرون آمدن نتوانم این اکرام را. حالا یه قسمتی از شعرم یادم رفت، ولی به هر حال همین که من واقعا خودم رو شایسته این محبت ها نمیدونم. من یه خدمتگزار فرهنگی هستم و امیدوارم که بتوانم و توانسته باشم که وظایف خودم رو در قبال سرزمینی که در اون زندگی میکنم و مردمی که در طول هزارهای تاریخ همیشه سرافرازی آفریدند، من هم یک قدم کوچکی بردارم و به تصویر بکشم آنچه را که آنها در گذر روزگاران ساختند و بنا کردند و پی گذاشتند و امروز ما میبینیم که یکی از سرزمین های گرانقدر تاریخ کرمان هست. صحبت ما در خدمت شما از پیش از تاریخ تقریبا رسیدیم به دوره تاریخی. عرض میکنم که در دوره تاریخی باز کرمان دارای تجارت و اقتصاد بسیار پویایی بود و نه تنها دارای
اقتصاد پر رونق، بلکه اصولاً بازرگانان کرمانی اینها مظهر کرامت و اخلاقیات بودند و کسانی که در این باب سخن گفتند و مطلب نوشتند همه از بازرگانان کرمانی و اهل اقتصاد کرمان تعریف کردند که اونها تمامی اصرارشون بر این بود که کار رو ساده بگیرن، حتی کالاهایی که برای فروش در اختیار دیگران میگذاشتن اجازه میدادن که اونها کالاهاشون رو بفروشن بعد پولش رو بگیرن، یا اسنادی که به دست آمده نشان میده که اینها وام میدادن، دفتر اعتباری داشتن. عرض کنم به حضورتون که برای کارهای خودشون دستورالعمل داشتن و طوری نبوده که فقط یک مسیری رو برند و بیان و کار تجاری انجام بدن و به همین، نه، دستورالعملهای خیلی مفصل و متولی داشتن که همه اون اصول تجارت و بازرگانی رو در اون دستورالعملها لحاظ می‌کردن. در دوره هخامنشیان کرمان یکی از پایگاه‌های باز مهم اقتصادی ایران بوده. در این دوره ما می‌بینیم که طلاسازی یا طلاکاری و مجسمه‌سازی دارای رونق قابل توجهی بوده. به همین ترتیب پارچه‌های بافت کرمان که به اقصانقاط جهان و تمدن‌های اون روز صادر می‌شده. علاوه بر این کرمان یکی از پایگاه‌های مهم کشاورزی بوده و ما در کرمان در نزدیکی‌های شهر بم که اون ارگ بم در اونجا هست و حتما ایران شناسان با این ارگ آشنا هستن، ما یک منطقه ای رو اونجا داریم به نام دارزین که این دارزین از دو واژه دار و زین تشکیل شده. دار به معنای درخت بوده، مثل دار و درخت، دارکوب، داربست، و زین یعنی مسلح، و اینجا در واقع جنگل مسلح بوده و درختان اینجا رو آنطور که در کتیبه های داریوش آمده درختان یاک کرمان رو، چوب یاک کرمان رو برای ساخت کاخهای هخامنشیان و داریوش فرستاده می شد. و می خوام بگم که اینقدر کشاورزی رونق داشت و یکی از پایگاه های کشاورزی در واقع ایران بود. شاید براتون جالب باشه که بدونید حتی امروز که ما میزان بارندگیمون در سال اگر سال خوبی باشه تقریبا 150 میلیمتر هست و معمولا این میزان بارندگی نصیبمون نمیشه در سال، با تمام این مراتب یک چهارم باغهای کشور در استان کرمان وجود داره و اون مسئله خرما و پسته و حنا و مرکبات و همه اینها میدونید جزو در واقع میوه ها و تولیدات کشاورزی معروف دنیا هست. و باز همتی که ما از اون روزگاران میبینیم این است که کرمانی ها توانستند با همت و حمیت خودشون از کوها آب رو جاری بکنن و بیان به صورت قنات در بیارن و کار کشاورزی انجام بدن. ما در شهداد امروز یک قناتی داریم به نام قنات مادین که گفته می شود یک خدمت حدود 3000 ساله و شاید هم بیشتر داشته باشه و کلمه مادین از کلمه ماد میاد، تمدن مادها، که در اون روزگار عرض کنم خدمتتون که این قنات وجود داشته و کار کشاورزی صورت می گرفته. و در همون زمان کرمان یکی از ساتراپی های مهم ایران بوده، یعنی ما چند تا ساتراپی مهم داشتیم مثل پارس
کرمان، ماد بزرگ، ماد کوچه کمون آذربایجان باشه و غیره. میخوام عرض بکنم که کرمان در زمان مادها و در دورهای تاریخی همیشه از یک شهرت و جایگاه خاصی در اقتصاد برخوردار بوده و حتی در زمان هخامنشیان، در زمان هخامنشیان همطور که من عرض کردم، کرمان به عنوان یکی از جاهای امن مطرح بوده، چون دارای رونق کشاورزی بوده و مردم نیازی نداشتن که اون امنیت شهر رو به هم بریزن. بنابراین میبینیم که دو تا ملکه مثل ملکه آپاکیش یا ملکه رت ستونا که اینها نامشون در تاریخ آمده، کرمان رو به عنوان گنج خانه خودشون انتخاب کرده بودن و در تاریخ داریم که اینها جواهرات خودشون رو عرض کنم خدمتتون که در کرمان نگهداری می کردن و امنیت در این شهر تا اون اندازه بوده. شاید به همین دلیل بوده که کرمان رو گفتن دارالامان، یعنی جایی که شما میتونید درش امنیت و امان لازم رو داشته باشید. حالا بماند که این نام و اون ویژگی مردم گاهی گرهایی هم براشون درست کرده، حالا اون یه بحث دیگری است. نکته دیگری رو که میخوام عرض بکنم این است که کشاورزان ما در اون روزگاران در این حال که نمونه و نشانی از تلاش و همت و پویایی بودن، رزمندگان خوبی هم بودن. یعنی هر جا که سرزمین ایران مورد تجاوز قرار می گرفته و یا مشکلی پیش می آمده از جهت امنیتی، این سربازان کشاورز کرمانی بودن که می رفتن و عرض کنم خدمتون دفاع می کردن از سرزمین خودشون. در زمان ساسانیان رونق اقتصادی کرمان به اوج خودش میرسه و دارای ثروت بسیار زیادی میشه، به طوری که در اون روزگار، یعنی در زمان انوشیروان، کرمان حاکمی داشته به نام آذرماهان، که این آذرماهان کسانی که کرمان آمدن و ماهان تشریف بردن، جایی که آستانه شاه نعمت الله ولی هست و باغ شازده، نام ماهان رو همه شنیدن. این ماهان در واقع بانی این ماهان شخصی به نام آذرماهان بوده که حاکم کرمان در روزگار انوشیروان ساسانی بود. اینقدر رونق داشته اینجا که انوشیروان به آذرماهان میگه من برای ساخت سد باب الابواب من مقداری وجه نیاز دارم، و آذرماهان تقبل میکنه که این وجه رو تأمین بکنه. انوشیروان برای این که زمینه ای رو به وجود بیاره که بیشترین امکانات و بیشترین زمینه رو برای جلب مشارکت مردمی و در واقع گرفتن پول و اعتبار از کرمان فراهم بکنه، خودش به کرمان میاد و با آذرماهان نشست و برخاستی داشتن. نهایتاً تاریخ می نویسد کرمانی ها اینقدر مال، پول و ثروت برای انوشیروان فرستادند که انوشیروان نه تنها سد باب الابواب رو ساخت و به اتمام رساند، بلکه با بقیه اون وقت شهر استراباد رو بنا کرد که امروز میدونید دیگه از پایگاه های مهم هست، و این بیشترین رونق بوده. یه نکته دیگری که زمین ساز رونق اقتصادی بوده، معادن کرمان بوده. شما میدونید هنوز هم کرمان به بهشت معادن ایران شهرت داره و در زمان و تمام در واقع تاریخ نگاران به این نکته اشاره کردن، من جمله استرابون و دیگران، که
در زمان داریوش نقره عرض کنم خدمتون که کاپادوریا و کارمانیا به جای جای تمدن‌های اون روز صادر می‌شده و یکی از عرض کنم که زمینه‌های درآمد کرمان معادن کرمان بوده. یک نکته ای رو من باید عرض بکنم و اون این است که کرمان در زمانی این موقعیت ها و این پایگاه ها رو به دست آورد که همیشه دچار مصیبت و گرفتاری بوده. شما فکر کنید از زمان حمله اسکندر گرفته که از طریق عرض کنم خدمتون که گدروزیا به جیرفت آمد و خاک جیرفت رو به توبره کشید و اون همه ویرانی رو به وجود آورد و بعد به کرمان آمد و اون فجایع بسیاری که تاریخ نوشته و واقعا آدم شرم داره از بیانش، اون فجایع رو اسکندر رقم زد و الی آخر و حمله ها و هجمه های یکی پس از دیگری با تمام این مراتب و با این تنگناها، باز هم میبینیم که کرمان اون موقعیت و اون پایگاه لازم رو در عرض کنم خدمتون که اقتصاد و تجارت به دست آورد. یا مثلا شما فکر کنید که در زمان شاپور دوم تاریخ می‌نویسه که 5000 خانواده اعراب نجد و عربستان به کرمان تبعید میشن. ببینید خب یه شهری که جمعیتش اون موقع شاید 20000 نفر بوده، 25000 نفر بوده، 30000 حد اکثر بوده، حالا 5000 خانواده عرب رو باید پذیرا باشه. و نکته جالب این است که این اعراب میان اینجا بعد از آن که دوره تبعیدشون تموم میشه و بهشون اجازه برگشت داده میشه بر نمیگردن، میگن کرمان اینقدر جای خوبیه که ما دیگه نمیخوایم برگردیم و یک منطقه ای رو اینجا آباد میکنن، در واقع پایگاه خودشون قرار میدن که امروز ما به نام قریت العرب ازش یاد میکنیم که حتما شما آشنا هستی، نزدیکی های بردسیر هست. عرض کنم خدمتون که خب این در واقع یک تصویری از دوره تاریخی بود و موقعیت تجاری و اقتصادی کرمان. خب دوره تاریخی که تموم میشه، ما میدانیم که مسئله آمدن اعراب به کرمان مطرح میشه که ما این آمدن اعراب رو، من اول به شما عرض بکنم که سبای پیدایش اسلام راجع بهش صحبت میکنیم. شما ببینید همین امروز هم همینطوره. امروز مثلا هستن کسانی که ادعای اسلام خواهی دارن، داعشی ها میگن ما مسلمانیم، طالبان هم میگن ما مسلمانیم، القاعده هم میگه ما مسلمانیم، ولی اسلام واقعی نیست. اینها یک مش آدمای وحشی سایکوپات از نظر روانشناسی و روانی هستن که اصولاً عصیانگر اجتماعی هستن. یا عربی هم که به ایران حمله کردن، من جمله به کرمان حمله کردن، مشتی عرب وحشیه، بدون بی تمدن، بی سواد، بی فرهنگی بود که هیچ قاعده و قانونی سرشون نمیشد و هر جا رسیدند بیداد بود و هر جا رسیدند نابودی بود. شما ببینید یک آدمایی که میان و فرش گلستان ما رو تیکه تیکه میکنن و عرض کنم اون رو نشانه اشرافیت میدونن، یا آدمایی که میان کتابخونه های ما رو با آتش میکشن با این استدلال که این کتاب ها یا موافق قرآن یا مخالف قرآن و الی آخر، خب اینها پیداست که وقتی که ورود میکنن به جاهای مختلف چه آثاری از خودشون باقی میذارن. عرب هم وقتی به ایران آمدن همین وضعیت رو به خصوص در کرمان به وجود آوردن و هیچ گونه اثری از آبادی
در کرمان باقی نگذاشتن. یعنی نه تنها تاریخ تجارت و در واقع اقتصاد به محاق رفت و همه چیز از بین رفت، بلکه اصلا فروپاشی موقعیت و جایگاه اجتماعی اقتصادی فرهنگی کرمان. من برای اینکه شما متوجه باشید که قضاوت تاریخ در این رابطه چی بوده، عرض می کنم که وقتی که حجاج ابن یوسف ثقفی یه حاکمی رو می فرسته به کرمان به نام غضبان ابن قبعصری، این غضبان میاد کرمان، مدتی که میگذره حجاج ابن یوسف نامه ای براش می نویسه، میگه که غضبان تو که به کرمان رفتی این کرمان چگونه کرمانی است؟ و او جوابی میده، میگه فعمل کرمان ما اوها وشل و بسلها دقل. حالا من عربیش رو نمیخونم، میگه که کرمان، کرمانی که من میبینم یه جایی است که نه آب داره نه علف داره، یه مقداری خرمای عرض کنم که به درد نخور داره که باید بریزن جلو حیوانات بخورن، دزدا هم همیشه آماده هستن تا تو شهر یه چیزی پیدا بشه از پشت دیوارهای شهر، از پشت عرض کنم سنگرگاه ها بیان بیرون و تاراج بکنن همه چیزو. تو هم اگر لشکر کم بفرستی کاری از پیش نمیبره، اگر لشکر زیاد بفرستی این لشکر تو به دلیل نبودن غذا و آب و آسوخه از بین خواهد رفت. که اون وقت حجاج ابن یوسف یک کلمه جوابش میده، ترک تل اهلها، یعنی ما این شهر رو سپردیم به مردمش، به قول خودمون مال بد بیخریش صاحبش. شما ببینید کرمانی که 40 سال پیش از این زمان جایی بود که انوشیروان میاد اینقدر پول و ثروت با خودش میبره که میتونه سد باب الابواب رو بسازه یا شهر استراباد رو با بقیه اون پول بسازه، حالا شده شهری که حجاج ابن یوسف میگه ترک داره اهلا مال بد بیخریش صاحبش، برش کن شهر. خب این پیداست که این لطمه ها، اینها باید تو تاریخ بمونه، اینها باید و مونده. و حالا من یک بخشی از این نکته ها رو خدمت شما عرض کردم و همه اینهایی که می آمدن همه توجهشون و نگاهشون معطوف بود به این که یک بهره‌ای بگیرن و یک زمینه ای برای درآمد خودشون فراهم بکنن. و عرض کنم خدمتتون که از کرمان در واقع چیزی بدوشند، چیزی به دست بیارن. هیچ کدوم از اینا بعد از اسلام نیومدن که چیزی به کرمان اضافه بکنن. البته حالا مثلا این غضبان ابن قبعصری که من ازش یاد کردم، یک روسایی در نزدیکی های کرمان هست، کرمانی ها میگن قناقستون، که قناد غسان بوده در واقع، غسان ابن قبعصری یا غضبان ابن قبعصری، یه ده اینجا ساخته به نام که امروز هم نزدیکی های لنگر ماهان هست بهش میگن قناقستان. یه همچین کارهای کوچیکی، ولی هیچ کدوم کارهای بزرگ نکردن، آنچه را که کرمان داشت نگهداری نکردند و به این دلیل همیشه واقعا به کرمانی ها مدیون هستن اینا. یا مثلا ابن خلدون می نویسه که در روزگار مأمون به جای این که بیان یک کاری برای کرمان انجام بدن، از کرمانی ها خراج می خواستن. چقدر؟ 20,000 رطل خرما، 1,000 رطل زیره، 500 دست جامه و رقم قابل توجهی بچه نقد به عنوان خراج از کرمان. خب این توی این وضعیت شما چه انتظاری دارید که اصلا اقتصادی بتونه حرکت بکنه، اقتصادی بتونه راه بره؟ اون هم با اون بنیه قویی که من در دوره‌های تاریخی و پیش از تاریخ خدمت شما گفتم. حالا ببینید کرمان به چه روزگاری میفته. این که عرض کردم عبدالحسین زرین کوب اون کتاب
دو قرن سکوت رو می نویسه، اگر ایران دو قرن سکوت داشت، کرمان ما تقریباً 4 قرن سکوت داشت. یعنی ما دیگه چیزی به نام اقتصاد و کشاورزی در اون روزگار نداشتیم. بعد از اونا عباسیان بودن، بعدش یعقوب لیث آمد، خب تلاش هایی رو صورت داد، کارهایی رو کرد، اما اون هم گرفتار توپ ابن مفلس بود که در یک روزگاری کرمان دو تا حاکم داشت، یعنی هم یعقوب لیث حاکم بود هم توپ ابن مفلس حاکم بود و اینها درگیری داشتن، گرفتاری داشتن. مزالک خب یعقوب کارهایی رو انجام داد، به خصوص در جیرفت که برادرش عمرو لیث بعد از یعقوب یک مسجدی رو اونجا ساخته که شاید دوستانی که جیرفتی هایی که در خارج از کشور هستن میدونن این مسجد چند سال پیش در دقیانوس از زیر خاک بیرون آمد و یکی از بزرگترین مساجد عرض کنم خدمتتون که ایران بوده در روزگار خودش، که افسری کرمانی می نویسه هر شب 1000 شمع در این شبستان روشن می کردن برای این که به هر حال یه همچین اتفاقاتی افتاد. یا زمان مثلا آل الیاس، حسین ابن علی ابن الیاس باز یک کارایی کرد، یه فعالیت هایی کرد. خب اون موقع در واقع مرکز کرمان سیرجان بود، او از سیرجان به محلی که الان هست انتقال داد. اینها دردی رو به اون صورت دوا نکرد، اما ورود سلاجقه به کرمان، سلجوقیان به کرمان، اگرچه اینها ترک بودند، اگرچه اینها مهمان شهر ما بودند، ولی میخوام بگم که 1000 بار مقدم اینها برای کرمانی ها مبارکتر از بقیه بود، به طوری که ما میبینیم که سلجوقی ها به خصوص ملک قاورد سلجوقی همتی کرد و آبادی های بسیار ساخت. اولین کاری که کرد آمد راه ها رو عرض کنم خدمتتون که آباد کرد. بین کرمان و زاهدان و سیستان بلوچستان، دوستانی که در سفر کردن از طریق جاده، هنوز هم یک میله های بلندی هست، برج مانند بلندی هست که بهش میگن میل نادری. در واقع اینها میل قاوردی بوده، یعنی ملک قاورد برای اینکه کاروان هایی که میخوان حرکت بکنن راه رو گم نکنن، این میل ها رو هر چند کیلومتر، چند فرسخ به چند فرسخ اینها رو میساخته که کاروان ها از روی این میل ها، یعنی در نظر گرفتن این بلندی هایی که او ساخته بود، بتونن راه خودشون رو پیدا بکنن و کاروان های اقتصادی و تجاری در بین این راه ها حرکت بکنن. و اون وقت هست که رونق اقتصادی کرمان رو ما دوباره در روزگار سلجوقیان میبینیم که در واقع شکوفا میشه اقتصاد کرمان، تا جایی که تاریخ می نویسد عشور ابریشم کرمان به بیش از 30,000 دینار می رسد. یا کرمان، کرمان بزرگ در اون موقع بوده که من عرض کردم از عمان شروع می شده، می اومده به جزیره هرمز، از اون بر می اومده به بندر تیز یا تیز نزدیکی های چابهار، می رفته به عرض کنم خدمتون نزدیکی های بافق یزد و خود بافق یزد که جزء کرمان بوده، تا نزدیکی های شیراز. و این کرمان، کرمان بزرگی بودی که به همت سلجوقیان پا میگیره و دوباره اون رونق شکوفا میشه. و سلجوقیان خب همت یک نکته دیگری رو که من باید عرض بکنم این است که این مسئله نه تنها موجب میشود تا رونق اقتصادی کرمان دوباره شکوفا بشه، بلکه توی این شکوفایی اقتصادی دانش کرمان، دانشوران کرمان هم رو میان و دانش کرمان دوباره شکوفا میشه. در همین روزگار هست که ما افضل کرمانی ابو حامد رو داریم، شخصیت برجسته ای که در اون روزگار به دعوت عطابکان یزد رفت
و در اونجا اولین بیمارستان رو برای مردم یزد او بنا کرد و در کرمان خدمات بزرگی رو به انجام رساند. امروز ما تاریخ عقدالعلا که یکی از تاریخ‌های معتبر هست از افضل کرمانی داریم. بدایع العظمان فی وقایع کرمان به عنوان یک کتاب ارزشمند تاریخی رو از عرض کنم افضل کرمانی داریم و غیره و تاریخ شاهی که دیگران نوشتن. میخوام بگم که این اقتصاد وقتی شکوفا شد دانشمندان رو هم کسانی رو روی کار آورد، کسانی رو پرورش داد در دامان این کرمان که نمونش افضل کرمانی هست. یا اینها سلجوقیان دوتا وزیر در کرمان انتخاب کرده بودند، یکی مؤیدالدین ریحان هست و یکی خواجه عطابک بزقوش که حالا شرح مفصلی داره، مجالی نیست من به اینها بپردازم. این شخصیت ها کسانی بودند که باز خدمات بسیار بزرگ و گسترده ای رو انجام دادن. ما امروز در کرمان امکاناتی که داریم مثل کرمانی ها، حالا چون باب تسخیر رو هم به کار میبرن، شما یاد دونه ورزشگاه کرمان، یه وقتی میگفتن باقو معیدی، این مربوط به همین معیدالدین ریحان هست، یا آبنبار معیدی که امروز یخدان معیدی که در واقع همه نام معیدالدین ریحان روی اون هست. میخوام بگم که اینها در واقع شکوفا کردن کرمان رو و شخصیت های دیگری از این تبار آمدند، من جمله ملک توران شاه سلجوقی که خدمات بسیار ارزشمندی رو انجام داد. ملک توران شاه خب یه سری گرفتاری های اون موقع بود و یه روز در تاریخ آمده که یک نجاری آمده بود براش کار میکرد و به شوخی یک پسری همراه این نجار بود. ملک تورانشاه به این نجار گفت که این پسر تو شباهت بیشتر به ترکان میده تا کرمانیای سیاه سوخته. و اون نجار گفت که حضرت حاکم، این سوالی است که خداوند روز قیامت از تو خواهد کرد و وقتی که سربازان تو دور شهر به لو هستن و هر شب یه جای اتراق میکنن، باید منتظر همچین مسائلی هم باشی. به قدری افسرده حال شد ملک تورانشاه که در همون لحظه دستور داد که تمام کارهای عمرانی کرمان متوقف بشه. اول برن سربازخونه بسازن. سربازخانه که به اتمام رسید 3 تیر شلیک کرد، گفت تیر اول هر جا افتاد مسجد، تیر دوم هر جا افتاد خانقاه و تیر سوم هر جا افتاد مقبره من باشه. که تیر اول افتاد جایی که امروز مسجد ملک کرمان هست با قدمت بیش از 1000 سال. تیر دوم جایی افتاد که خانقاه بود، متاسفانه تخریب شده، و تیر سوم جایی افتاد که امروز ما بهش میگیم محله شاه عادل که مقبره ملک تورانشاه اونجا بوده. یا دختر ملک تورانشاه مستور خانم که قنات مستوره کرمان رو او آباد کرد و بیادگار گذاشت و در همین مسجد ملک کسانی که میخواستن نماز بخونن میرفتن از آب قنات مستوره استفاده میکردن. یا زیتون خاتون همسر ارسلان شاه سلجوقی که در کرمان مدرسه اسمتیگر رو ساخت و بناهای فرهنگی دیگر رو عرض کنم خدمتتون که سامان داد، که خدمات ارزشمند اینها رو نباید تو تاریخ از یاد ببرید. و یا تاریخ می نویسه که سالی 100,000 دینار عشور بندری از باج شترهایی بود که بار رو در مناطق مختلف کشور توزیع می کردن. و عرض کنم خدمتون خدمات دیگری که اینها انجام دادن. اینجا من یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این است که خدا نکنه که فرزندان یک قومی ناخلف بشن. این سلجوقیان که 150 سال بر کرمان حکومت کردن،
روزهای آخر حکومتشون افتاد به دست بچه‌هایی که عرضه پدرها رو نداشتن و این بچه‌ها نتونستن سرمایه‌هایی رو که پدرانشون براشون بر جای گذاشته بودن نگه بدارن. بنابراین با هم اختلاف پیدا کردن و این اختلاف کار رو به جایی رسوند که عرض کنم خدمتتون که بعضی هاشون فرار کردن، بعضی هاشون در راه‌های مختلف گرفتار شدن و از پا در اومدن و خلاصه همین کرمانی که اینقدر موقعیت مناسب و پایگاهی داشت متاسفانه وقتی به دست بچه‌های بی عرضه سلجوقیان اواخر دوران سلجوقیان افتاد باز به محاق رفت، باز قحطی گرسنگی، به طوری که همین افسری کرمانی که من ازش یاد کردم از کرمان راه میفته که بره به مشهد که البته در کوه بنان یکی از عرفای کوه بنان به اون میگه که حالا تو اینجا باش انشالله اوضاع خوب میشه و 4-5 سال افسر کرمانی در کوه بنان میمونه که بحث مفصلی داره و اون وقت اینقدر عرصه بر مردم تنگ میشه که به هر کس حاضر میشن تن بدن که از این قحطی بیرون بیان و اون وقت متاسفانه قزها میان و حمله قز رو ما به کرمان داریم که شرح مفصلی داره و اجازه میدید که انشالله من به خاطر اینکه خیلی هم خسته نکرده باشم بینندگان عزیز و کسانی که این برنامه رو تماشا میکنن، من بقیه این بحث رو انشالله برای نوبت دیگری بگذارم چون من یک سره صحبت کردم و هم شما حوصله کردین گوش دادین و خب شاید من یه مقداری هم خسته شدم. اجازه بدید من یک خاطره اینجا نقل کنم. خدا رحمتش کنه استاد باستانی یه روز صحبت میکردیم، میگفت که رفتم سوئیس پیش سید محمد علی جمالزاده. جمالزاده اون موقعی که باستانی رفت و پیشش بالای 100 بیش از 100 سال داشت، 101-102 سال داشت. بعد باستانی میگفت که ما نشسته بودیم با ایرج افشار و سید محمد علی جمالزاده شروع کرد صحبت کردن، گفت ما دیدیم ای بای اصلا مجال نمیدید که ما حرفی بزنیم، رشته ای کلام گرفته به دستش و داره همینجور میگه. یه وقتی حسن من سر رفت بهش گفتم که استاد جمالزاده پزشکان میگن آدم تو سنین بالا خیلی نباید حرف بزنه، خیلی حرف میزنه انرژی خیلی مصرف میشه و خوب نیست، بیماریزا هست، گرفتار میکنه. میگفت که سید محمد علی جمال داده به من گفت که آقای دکتر باستانی شما هنوز فرصت صحبت کردن داری، من دیگه فرصتی ندارم، بذار هرچی هست بگم تموم کنم. حالا به هر حال بخش اول صحبتی که باستانی میکرد این بود که خدا رحمتش کن که تو سنین بالا خیلی که آدم صحبت میکنه مقداری خسته میشه و البته من خسته نشدم چون میدونم شنوندگان عزیز و خوب و مجری برنامه شایسته ای مثل شما همشهری عزیز بزرگوارم دارم، ببینیم که من واقعا عاشق کرمان هستم و همه زندگیم رو همه عمرم رو وقت به کرمان کردم و افتخار میکنم و هر کلمه ای هر جمله ای هر نکته ای رو که از کرمان بگم و کرمانی ها در هر جای دنیا بشنم من کلی خوشحال میشم. خب من در خدمت شما. خواهش میکنم، سپاسگزارم جناب گلاب‌زاده، کلمات شما و حکایت‌های تاریخی شما به قدری شیبا هست که من فکر میکنم همه بینندگان ما علاقمند هستن که ببینند و بشنوند و یاد بگیرند. تاریخ زیر و بم‌های خودش رو داره، تاریخ روزهای غمبار داره، روزهای شادی افزا هم داره و مجموعی از این دو هست. تاریخ نمیتونه فقط یک سویه جلو بره و هر دو وجهش و شاید وجهای دیگه هم داشته باشه که باید به همه وجوهش توجه بشه تا تاریخ ساخته بشه. نمیتونیم بله به یک قسمت از اون اشاره کنیم و شما به درستی اشاره کردید و خیلی خوب مقایسه کردید دوران پیش از اسلام رو و دوران پس از اسلام رو و شکوفایی دوباره کرمان رو. و به هر حال همه ما منتظریم که ببینیم کرمان در زیر و بم‌های تاریخ
چه بر سر آمد و مثل همین شرف ها همین حکایت ها رو دارم. و به هر صورت از شما با این همه اطلاعات وسیعی که دارید و این اطلاعات یک شبه به دست نیمده، این اطلاعات راحت پیدا نشده و در حافظه جا نگرفته، حاصل سالها زحمتی هست که کشیدید و سپاسگزارم از اینکه دعوت دوباره من رو پذیرفتید و امیدوارم این مبحث رو و مباحث دیگری رو که مطمئن هستم شما صحبت زیاد در مورد کرمان دارید بتونیم با هم پیش ببریم و عزیزانی که عاشق کرمان هستن، چه کرمانی ها و چه ایرانی هایی که میدونن کرمان به شاید که ایران بخشی از ایران به کرمان مدیون باشه و اونها هم علاقمند باشن که بشنون در کرمان چه گذشته است. و من سپاسگزار شما هستم. من اجازه بدید اینجا چون بحث تاریخ و کرمان رو مطرح کردید، من همیشه بهره میبرم از این نکته‌ای که ژان اوبن مستشرق معروف فرانسوی گفت که هر کس تاریخ کرمان رو به درستی بخواند مانند آن است که تاریخ همه جهان را خوانده باشد. و این نکته‌ای که شما اشاره کردید در واقع تمثیلش این بیان ژان اوبن هست که من همیشه ازش استفاده میکنم و بهره میبرم. بله، و در واقع من فکر میکنم کسی که تاریخ رو ندونه نه آینده رو خواهد دانست و نه گذشته رو خواهد دانست و در نادانی دست و پا خواهد زد. به این جهت تاریخ بخشی از سرنوشت هر انسانی هست و ساختن آینده هر کشوری هستش. به هر حال باز هم سپاسگزارم، با امید دیدار شما در برنامه های آینده هستم. سپاسگزار. باز من این نکته شما گفتین من یادتون بیانداخت که همین نکته رو با عرض کنم به گونه دیگری بیان میکنه که ملتی که تاریخ خود رو نشناخته هویت خود رو فراموش کرد. انشالله امیدواریم که بتونیم اون ارزش هایی که در گذر روزگاران داشتیم رو حفظ بکنیم، منتها خیلی خودمون رو اسیر این قضیه نکنیم، همیشه نبالیم با آنچه در گذشته داشتیم. گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. ما به این نکته توجه داشته باشیم که آیندگان ساختند، گفت که کاشتند و خوردیم، کاریم و خورند. اونها برای ما ارزش بر جایی گذاشتن، اعتبار، تاریخ، سرافرازی، بالندگی. ما هم انشالله به گونه عمل بکنیم که برای نسل‌های آیندهمون چیزی به عنوان ارزش و اعتبار بر جایی بگذاریم انشالله. به هر حال سپاسگزارم از شما، مجدداً تشکر میکنم. انشالله امیدوارم که باز هم توفیق باشه که من بتونم در خدمت شما و در خدمت کرمانی های عزیز در جای دنیا باشم. با امید برنامه های آینده و گفتگوی بیشتر با شما در اینجا، شما و بیننده های عزیز رو به خداوند میسپارم و آرزو میکنم که هر جا هستید تندرست باشید. شاد و سلامت باشین. خدا نگهدار. زندگی شیرین به کام همتون باشه.